ساکنان شیکاگو نام شهر خود را به شیبریا تغییر دادند. کنایه‌ای به اینکه هوای این شهر حتی از سیبری هم سردتر است. هوا واقعا سرده، به ویژه وقتی که شما بیش از 2 یا 3 دقیقه راه میرید. دست و پاهای شما واقعا سرما رو احساس میکنن. بیش از نیمی از کشور تحت تأثیر توده هوای قدرتمند قطبی قرار گرفته که دمای هوا را به پایین ترین سطح خود رسانده. این توده هوای سرد طوفان یا گرداب قطبی نام گرفته. آیا میدانید گرداب قطبی چیه؟ تنها چیزی که میدونم اینه که خیلی سرده. من و برادرم به تازگی از هند برای سفر به نیویورک اومدیم. برادرم مرتب میگه که میخواد به هند برگرده. در مورد گرداب قطبی چه فکر میکنی؟ سرده، قطب شمال. کم دان واکر، هواشناس در واشنگتن پست در این باره میگوید: The polar vortex, a spinning low pressure system. گرداب قطبی یک سیستم کم فشار و بسیار سرد هواست که در قطب شمال یا قطب جنوب در حال چرخش است. ما الان تحت تاثیر گرداب قطبی که از قطب شمال آمده قرار گرفته ایم. این توده هوا از قطب شمال به سمت جنوب کشیده شده و باعث شده که ما الان شاهد این هوای بسیار بسیار سرد در آمریکا باشیم. البته این باعث شده که مناطق سردسیری مثل آلاسکا و یا گرینلند حالا گرمتر از مناطقی از آمریکا هم باشند. چرا هوا اینقدر سرده؟ نمیدونم والا، فکر کنم کسی میخواد ما رو بکشه. خوشبختانه این وضعیت برای تعدادی از ایالت‌ها و البته نه همشان پایدار نخواهد ماند. کمدن واکر، هواشناس در واشنگتن پست در این باره میگوید: این گرداب قطبی بسیار شدید اما کم عرضه و به سرعت مسیرش تغییر میکنه. مثلا در شهر واشنگتن تنها در حدود 24 ساعت وجود داشت. کسانی که در دشت‌های مرکزی آمریکا زندگی میکنن البته اینقدر خوش شانس نیستند، چرا که آنها به منبع این گرداب قطبی نزدیکترند. تا آن زمان تنها چیزی که باید انجام داد اینه که در خانه ماند. براین آلن، VOA نیوز، واشنگتن.